مورد بعدی که باز این هم از اهمیت بیشتری برخوردار است، تنوع مواد غذایی. سلام، امروز میخوام در رابطه با نوشتن زیره و نکاتی که قبل از زیر نویسی باید رعایت کنیم مطالب مهمی رو خدمت شما دوستان عزیز ارائه کنم. همونطور که دوستان میدونن زیر نویسی یک کار تخصصی هست و یک کاری نیست که ما بتونیم زیره های گله های مختلف رو از دامداری های مختلف آریه بگیریم و در دامداری های خودمون مورد استفاده قرار بدیم و یا در گله های خودمون مورد استفاده قرار بدیم. این کاری کار تخصصی است، حتما باید دوستان این رو مد نظر قرار بدن. اینجا نکات خیلی مهمی رو خدمت شما دوستان ارائه می کنم. اگر نیاز به توضیحات اضافی شد کامنت بذارید تا من بتونم توضیحات بیشتری رو در مورد بندهای مختلف زیر نویسی خدمت دوستان توضیح بدم. اولین موردی که ما در رابطه با زیر نویسی باید رعایت کنیم احتیاجات حیوان هست. یعنی ما اول باید احتیاجات حیوان رو تعیین کنیم و بر اساس جداول استاندارد NRC که در دسترسمون هست این احتیاجات رو در بیاریم و بعد از اینکه این احتیاجات رو مشخص کردیم شروع به زیره نویسی کنیم. مورد بعدی بحث هزینه ها هست. دوستان ببینید هر چقدر ما هزینه های زیرمون رو بتونیم پایین تر بیاریم به همون اندازه ما موفق خواهیم شد و در واقع سود بیشتری خواهیم برد و هزینه خودمون رو پایین تر خواهیم آورد و اینم مستلزم این هست که ما بتونیم زیره مناسبی رو، زیره متعادلی رو، زیره بالانس شده ای رو بتونیم بنویسیم و از این طریق هزینه های دامدار خودمون رو پایین تر بیاریم. مورد بعدی بحث سن هست. حتما باید ما سن دام رو در نظر بگیریم. دام هایی که سن پایین تری دارن به زیره مربوط به خودشون احتیاج دارن، دام هایی که سن بالاتری دارن حتما باید زیرهشون تغییر پیدا کنه. زیره های ما در مدل های مختلف و در 4 مدل ارائه میشه. مدل پری استارتر یا مدل پیشدان هست یا غذای پیشدان هست. مورد بعدی استارتر هست یا زیره شروع کننده هست. بعد زیره گروور هست یا زیره رشد هست و زیره فینیشر که زیره در واقع تمام کننده یا تمام شونده هست که آخرین زیره در رابطه با زیره نویسی دام و طیور هست که اینم باید مد نظر قرار بدیم و در طول زیره نویسی باید سن دام حتما باید رعایت بشه. مورد بعدی وزن دام هست. دوستان ببینید وزن دام رو هم باید مد نظر قرار بدیم. ما زیره های خودمون رو به هر وزنی نمیتونیم بنویسیم. حتی در بحث مربوط به سینکرونیزیشن یا همزمان سازی فعلی که ما میخواییم این عمل رو در گله های خودمون انجام بدیم، میخواییم همه گله هامون یک دست باشن تا بتونیم زیره مناسب و متناسب تری رو برای یک گله یک دست بتونیم بنویسیم که تمامی احتیاجات زیره رو ما بتونیم برآورده کنیم. مورد بعدی و مورد خیلی مهمی که باید در نظر بگیریم زیره باید تمامی احتیاجات دام رو برآورده کنیم. یعنی اگر ما زیره میخواییم بنویسیم باید از نظر انرژی، پروتئین، کلسیم، فسفر، مواد معدنی، مواد ویتامینه و تمامی اقلامی که در زیره است، اینها رو اسیدهای امینه، اینها رو باید رعایت کنیم تا بتونیم یک زیره خوبی داشته باشیم که در رشد و توسعه دام خودمون تأثیر داشته باشه. مورد مهم دیگه محدودیت ها هستن. دوستان ببینید هر زیره ای رو ما نمیتونیم به دام بدیم و هر ماده غذایی رو به هر قدر که ما بتونیم بدیم اینها رو محدودیت داریم و این محدودیت ها رو ما باید لیمیت داریم و این لیمیت ها رو باید رعایت کنیم. به عنوان مثال شما نمیتونید در واقع به گله ها مثلا 30% ملاس در نظر بگیرید چون میزان در نظر گرفته شده بسیار زیاد هست، ممکن است اسهال بگیرن، مسمومیت ایجاد بشه. همه اقلام و مواد غذاییمون اینجوری هست، باید این محدودیت ها رو در نظر بگیریم. دوستانی که از طریق کامپیوتر زیره های خودشون رو می نویسن، کامپیوتر یک هوش مصنوعی است و این موارد رو بیشتر مد نظر قرار نمیده. ما باید اینها رو مد نظر قرار بدیم. مورد بعدی و مورد باز مهمی که باید در نظر بگیریم بحث اقتصادی بودن زیره هست. اینم باید از اقلامی استفاده کنیم که در منطقه خودمون هست. یعنی حتما باید این رو رعایت کنیم که اول از شهر خودمون و استان خودمون شروع کنیم.
زیره های مورد نیاز خودمون رو از منطقه خودمون، جایی که قابل دسترس هست، حتما باید از اونجا تهیه کنیم که قیمت تمام شده زیره برای ما در واقع پایین تر باشه که ما بتونیم سود بیشتری کنیم و هزینه های خودمون رو پایین بیاریم. مورد بعدی بحث خوشخوراکی زیره هست. حتما باید دوستان این خوشخوراکی زیره رو مد نظر قرار بدن. هر چقدر زیره ما خوشخوراکتر باشه به همون اندازه بازدهی تولید ما بیشتر خواهد شد. مورد بعدی که باز این هم از اهمیت بیشتری برخوردار است، تنوع مواد غذایی است. دوستان ببینید، هر چقدر در یک ظرفی شما میخواید غذایی درست کنید، هر چقدر اقلام مواد غذاییتون بیشتر باشه، حتما بدونید که روی بازدهی زیره ما، روی افزایش وزن، روی افزایش تولید، روی خوشخوراکی، روی همه اینها تأثیر خواهد گذاشت. شما بیاید یک زیره رو با 3 نوع اقلام غذایی بنویسید و یک زیره رو با 10 نوع اقلام غذایی بنویسید، حتما باید این رو مد نظر قرار بدیم که هر چقدر تنوع غذایی ما بیشتر باشه به همون اندازه بازدهی ما بیشتر خواهد شد. مورد بعدی بحث در نظر گرفتن آب و هوا هست. دوستان آب و هوا رو حتما جدی بگیرید. هر چقدر ما به طرف گرما میریم، تنش‌های گرمایی بیشتر میشه. در موقع نوشتن زیر اینها رو باید رعایت کنیم که از چربی توی حتما از چربی‌های نام اینها رو بتونیم بیشتر استفاده کنیم. در سرما باز مجدداً زیره‌های ما تغییر پیدا می‌کنه و اینها عواملی هستند که در بازدهی حیوان تأثیر بیشتری داره. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به نظرات دوستان پاسخ بدیم. خیلی ممنون. خدا نگهدار.